آقای آبشت، آقای مدیر طرح ملی حفاظت از تالاب‌های کشور، فیلمی که تحت عنوان حمام خون در آبگیرهای دشت آزادگان منتشر شد و جان سپردن پرندگان سربریده را در آبهای خونالود آبگیر ام‌الدبس دشت آزادگان به نمایش می‌گذاشت را تکذیب کردید و به عراق نسبت دادید. امروز 20 روز از زمان ضبط فیلم می‌گذرد و طبیعتاً نه لاشه پرنده‌ای باقی مانده، نه صیادی و نه ردی از خون در آب. هرچند وقوع این اتفاق تلخ در خاک کشورمان برای بومیان منطقه مانند روز روشن است، اما به منظور روشن شدن حقیقت برای افکار عمومی، امروز 7 اسفند، 20 روز پس از تاریخ فیلم قتل عام پرندگان مهاجر، دوباره از منطقه فیلمبرداری شد. تابلوی منطقه حفاظت شده میشتاق را می توانید به وضوح ببینید و از آنجا تا آبگیر ام‌الدبس، یعنی همان منطقه‌ای که 20 روز پیش پرندگان مهاجر قتل عام شدند، با ما همراه باشید. اینجا ایران است آقای آبشت. آبگیر ام‌الدبس در منطقه حفاظت شده میشتاق به فاصله 3 کیلومتر از پاسگاه محیطبانی محیط زیست، دشت آزادگان، استان خوزستان. اینجا آبگیر ام‌الدبس و آنچه کنار آبگیر مشاهده می شود سنگر محنیه است که تا چند روز پیش حمام خون پرندگان مهاجر بود. بنابر گفته اهالی شهرک ام‌الدبس که در نزدیکی آبگیر ام‌الدبس قرار دارد، جمعیت پرندگان در این آبگیر طی هفته‌های اخیر در نتیجه صید با استفاده از محمیه به شدت کاهش یافته، به خصوص جمعیت چنگرها، چرا که چنگر به صورت دست جمعی با گله‌های ستایی وارد محمیه ها می‌شوند. برای اینکه درباره محمیه بیشتر بدانید، در روش صید با استفاده از محمیه صیادان نقاطی را تعیین می‌کنند و به عمق کمتر از 0.5 متر و به مساحت 2 تا 3 متر مربع در چند نوبت مقادیر زیادی دانه های خوراکی از جمله شلتوک و گندم می ریزند تا پرندگان بیشتری را به آن نقطه عادت دهند. سپس توری به عرض تقریبا 3 متر و طول 10 متر با چوب های مخصوص به طوری که پرنده متوجه نصب این تورها نشود، دور تا دور محل دانه ها در زیر آب نصب می شود. سیمی بسیار قوی به طول تقریبا 40 متر به این تور بسته می شود و سر این سیم را در فاصله 40 متری در یک سنگر مخصوص که روی آن با پلاستیک پوشانده شده قرار می دهند. صیاد در آن سنگر کمین می کند و با دوربین چشمی از آن سنگر محل نصب تور را تحت نظر می گیرد و هر موقع پرنده های بیشتری در داخل محل نصب تور جمع شدند، سیم را می کشد. تور مانند یک قفس روی پرنده ها بلند می شود و آنها را به دام می اندازد که به هر سنگر و تور مربوط به آن دوشه می گویند. هر محمیه از چند دوشه به فاصله های حدوداً 500 متر از هم تشکیل می شود. در این فیلم سنگرها و بقایای 2 دوشه از محمیه ام‌الدبس قابل مشاهده است. اینجا ایران است آقای آبشت.